خب بچه صدا رو دارید؟ سلام، خوبید؟ سلام نرگس، کوثر، پویا، رویا، سپیده، محبوبه، مرجان، الناز، محمد، نگین، زهرا، خب علی، محمد رضا، شهرام، فرزانه، به همه سلام. امیدوارم که تندرست باشید، شاد باشید و یه روز خوب رو با هم شروع کنیم و ازش لذت ببریم. خب الناز خانم، اگر که قراره که با من کلاس داشته باشید، بهتون میگم فقط و فقط شما قراره یک کتاب تست جامع تهیه کنید و سلام، بقیه چیزها رو خودم بهتون میگم از چی استفاده بکنید. شما یه درس عمومی دارید، قبلا گفتم باز هم میگم، یه درس عمومی دارید که تمام مطالب درس عمومی رو من بهتون میدم، یه جزوه بهتون میدم برای لغت، املا، تاریخ، ادبیات، یه جزوه میدم برای آرایه، یه جزوه میدم برای دستور و یه کتاب هم میدم برای قرابت معنایی. این میشه کتاب عمومیتون. اما اختصاصیتون هم که یک کتاب، ببخشید، نه، کلاس این جلسه رایگانه، این جلسه پایانی کلاس های رایگان شماست، بعد از این دیگه حضور شما باید بحث ثبت نام رو باید انجام بدید. خب صدا، کتاب درسی به هیچ وجه کاری باش نداریم، به هیچ وجه، هرچی بهتون میگم همون رو تهیه میکنه. خب دقت کنید، صداتون رو اگر ایراد داره یه بار رفرش کنید، چون بقیه مشکلی ندارن. الان فکر میکنم جلسه دوم ماست که جلسه رایگان. امروز میخوام شما رو با عروض شنیداری آشنا بکنم و بهتون یاد بدم که چجوری میشه از عروض شنیداری به پاسخ تست هایی رسید که خیلی ها میشینن توی جلسه آزمون اون رو تقطیع میکنن. خب صدا اگر داره اکو میشه، فکر میکنم از هنسفری دارید، هنسفری استفاده نمی کنید، معمولا اینجوریه. الان درس ما درس علوم فنون و بحث عروض و اون بحث عروض شنیداریه. اون هفته هم بهتون گفتم، یعنی جلسه قبل بهتون گفتم که ما میخوایم به جایی برسیم که شما بتونید از این سیستم استفاده کنید. خوب دقت کنید بچه ها، اینجا حواس، یا توی کلاس، اینم از این. خب اینجا نگاه، این مثلا وزن سوم، مفعول و مفاعیل، این نه، این یعنی بعد از اینکه بله آقا شهرام، بعد از اینکه امروز کلاستون تموم شد، ما وقتی که وزنی رو براتون میزنیم، شما باید دیگه از طریق گوش تشخیص بدید که این مثلا چیه. این چی بود به نظرتون؟ آفرین داوود، همش همونی بود که تو نوشتی یا نه؟ آها محبوبه، متشکرم. پوریا نزدیک شدی ولی نبود اون. خب آتنا نه، داوود آفرین. یکی دیگر رو امتحان کنیم ببینم تو چه پایه‌ای هستید. این آه
آها 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 خب مستفعلونتون رو درست گفتید، ولی بقیهش چی؟ بقیهش رو باید درست بگید. این سخت شد. ای گفتید؟ نه. یه بار دیگه میزنم. نه. آها. حدیث اشکش در اومده که چجوری دارید تشخیص میدید. خب امروز اومدیم که همین رو یاد بگیریم که چجوری میشه با گوش فهمید. خب کسایی که توی کلاس تو طول سال معلمشون باشون سماعی کار کرده، شنیداری کار کرده، عدد یک رو بزنن. عدد یک، معلمشون باشون شنیداری کار کرده. خب عدد یک، پنج نفر، نه حالا ماجیک یا هر چیز دیگه مهم نیست. خب خوبه؟ زهرا من سیدی خودتون رو گرفتم. خب یه لحظه صدای من. سلام. خب اب نداره امروز اومدیم فقط لذت ببریم از درسمون. خب ببینید بچه ها، یه لحظه گوش بدید به حرف من. فکر کنید امروز هیچ ربطی به کنکور نداره. خب فقط و فقط بشین از موسیقی لذت ببر. فکر کن نشستی یه برنامه موسیقی رو داری گوش میدی. پس به دید درس به امروز نگاه نکنید. درست شد؟ به دید درس نگاه نکنید. خب یه موقع بیکارید، میشینید یه برنامه همینجوری بیکارید دیگه، هیچ چاره ای هم نیست. آقا میزنی شبکه 4 رو نگاه میکنی، مثلا داره راجع به زنبور عسل حرف میزنه. تو نیازی نداری بهش، ولی مجبوری. فکر کن الان درو بستن رود، مجبوری که بشینی منو تحمل کنی. حالا که مجبوری پس ازش لذت ببر. به دید درسی نگاش نکن. وقتی به دید درسی نگاش میکنی خراب میشه. پس بیایید به این شکلی که بهتون میگم به قضیه نگاه بکنید که فقط و فقط تا جایی که میشه از دید موسیقی بخوایم به این برنامه و به این درس گوش بدیم و لذت ببریم. نگاه کنید. خب دوست عزیز، گفتم که این جلسه آخر رایگانه. اگر حتی قراره همین یه جلسه رو باشی، پس این یه جلسه رو درست گوش کن و درست از بحث موسیقی لذت ببر. حالا میریم سراغ بحث و راجب اون بعدش صحبت میکنیم. اینجا نگاه کنید. ببین بچه ها، من قبلا بهتون یه کسایی که توی کلاس بودن گفتم بهشون، این رو بخوام بالا ببرم آبادرسون. خوب نگاه کنید. خب هیچ خطایی وجود نداره. درست شد؟ فقط گوش شماست که باید دقیق بشه. اون با من. فقط و فقط قبلا هم ازتون خواستم که برای امروز یه جوری نتی آماده بکنید که دیگه بالاخره کلاسای شما اینجوری که بوی ناخوشش میاد غیر حضوریه. پس از این
خزعبلاتی که دارم میبافم براتون بیاید بیرون. هنوز که هنوزه 60 ساله ها نزدم. خب دست منو نگاه کن، این بحث به من هیچ ربطی نداره، ولی میخوام ذهنیت رو بفهمی که به کجا میخوای برسی. این اوج هرم اینه، هی داره میاد پایین، ما هنوز اینجاییم. پس از این فکر بیاد بیرون، برید دنبال این که بخواید یه جوری این برنامه رو برای خودتون درست آماده کنید. یه لحظه صدای ساز رو بشنوید. برو پرش کن آقای ترکاش برم. من وعظ نخواستم، فقط خواستم گوشتون با موسیقی آشنا بشه. میخوایم بریم سراغ درسمون، پس خوب دقت کنید، حواستون به من باشه. یه لحظه فقط و فقط یه مقدمه میگم، این مقدمه رو خوب بفهمید که بعد برای درسمون خیلی خیلی مفیده. گوش کن، مگه من هنوز درس دادم که تو میگی من متوجه نمیشم؟ بذار من بگم بعد بگو متوجه نشدم. بریم، فقط و فقط گوش بده. آقا داریم یه آهنگ گوش میدیم، خب، یا یه آهنگ داریم میخونیم. ببین یه لحظه هیچی نمیخوام تایپ کنید، نو تایپ. خب فقط تکیه مبارکتو بده، یه چند دقیقه خودتو بسپار به من، گوشای مبارکتو بده اینجا. خب پس هیچ کاری نکن. اگر من ساربونم میدونم کجا این شطور کنکور تو رو بخوابونم، پس فقط گوش بده. درست شد؟ خب ببینید، گفتم بهتون دارید موسیقی گوش میدید. شما وقتی که میخواید آب بخورید از چشاییتون استفاده میکنید برای طعم. وقتی میخواید یه گل رو ببینید خوشبوه یا بدبوه، اون رو نمیخورید، اون رو بو میکنید، اون رو نمیکنید تو گوشتون، میگیرید جلوی بینیتون. آب موسیقی، موسیقی با گوش کار داره، نه با چشم که میشینی دونه دونه مینویسی کوتاه بلند کشیده و امثال اینا. پس حواست رو جمع کن، امروز گوشات رو به من بسپار، با چشمات خیلی کار ندارم. اما حواست رو جمع کن. آقا داری یه جایی میری، توی ماشین نشستید و پدر عزیزتون هم نشسته کنارتون، داره آهنگ میخونه، آواز میخونه. چی میخونه؟ داره میگه مثلا لبه کارو لبه کارو چه گلوار میشه وقتی که میشینه دلدار. خب آقا یه دفعه یادش میره، خب آقا لبه کارون داره میخونه دیگه، لبه کارو چه گلوار میشه وقت. آقا یه دفعه یادش میره، شعر که یادش میره موسیقیش همونه دیگه. آقا نگاه کنید، من الان که دارم میخونم آقای ترکاشان داره میزنه، یه دفعه من یادم بره، اما ضرب آقای ترکاشان که عوض نمیشه. نگاه کنید، لبه کارون پر لبه کارون چه گل مارون میشه وقت. آقا این موسیقی همون سر جاشه. حالا شما فکر کنید شعر دارید میخونید، یه دفعه شعر وسطش یادتون میره، میگم الا یا ایها الساقی ادر کأسن و ناول که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل. خب ریتم که عوض نشد، شما باید اون ریتم رو بفهمید. میگم ای عاشقان ای عاشقان پیمانه را گم کرده هم اون که در پیمانه ها در نگنجد کرده هم. ای عاشقان ای عاشقان پیمانه را گم کرده هم
زان می که در پیمانه ها من در نمونجن برده هم بکشید خودتون رو علا یا ایو از ساقی مایدیس نمیخونه چون اصلا وزش مثل این که تو داری لب کارون رو میخونی یه دفعه یادت میره بعد بزنی به چی؟ بزنی به دلم میخواد آقا لب کارون چه ربطی داره به دلم میخواد به اسمان برگردم؟ شعرم همینه وقتی من میگم مثلا روزگار است این که گه لذت دهد گه تاو دارد گر به بازیگر از این بازی چه با بسیار دارد فاعلاتون فاعلاتون خب اما میگم ز دست دیده و دل هر دو بریا به هر چه دیده بیند دل کنند یا بسازم خنجری نیشست بودا زنم بر دیده تا دل گردد آسا دو زرگونه تو من داره رو بابم چه میخوابی از این داره خرابم تو که با ما سر یاری نداری چرا هر نیشم باقی بخوابم آفرین مفایلون مفایلون فاولا ببینید ریتم شعر با اون نمیخونه خب حالا با این ذهنیت یکی میگه آقا فهمیدم چی میگی یه شعر مثلا فاعلاتونه یه شعر مفایلونه یه شعر مستفلونه خب فهمیدم اما سوالم اینه این فاعلاتون و اینا رو از کجا نگاه مگه نگفتم بذار من درسمو بدم بعد بگو سختی یا راحته جنازه من درس دادم که تو میگی سخته بذار من بگم بعد بگو سخته مرده خب بریم اینجا نگاه کن بیا تو کلاس برای آخرت باشه بریم بیا اینجا ببینید من میخوام ریتما رو بهتون بگم بیاید به اندازه چند دقیقه فقط و فقط گوشت اینجا باشه ببین چی میشترید آیه طور باش من بریم فاعلاتون یه لحظه تون صدا میگن پایینه بچه تون صدا پایینه خیلی پس اون میکروفون مبارک یکم زیاد کن دختر میکروفون تو درست کار صدای شما قابلیت کم و زیاد شدن داره علی رضا حاتمی نشنیده گرفتم آه. اون کلمه رو من میگم نه تو خب بریم نگاه کنیم فاعلاتون دم دادم دم فاعلاتون بعدی رو نگاه کن فقط گوشی تو به من بسپار اصلا نگران نباش آخرش که تموم شد بعد می‌بینی که یه چیزایی داره تو گوشت آشنا میشه بعدی رو نگاه کن فاعلون دو 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 فاعلون 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 مفاعیدون
تیز شده. اینا با گوش فهمیدن. محبوبه نگاه کن. اینا ننشستن دونه دونه تفکیک کنن. حالا متوجه میشه به چه درد میخوره ریت؟ به درد این میخوره که تو نشینی سر جلسه کوتاه بلند بلند کوتاه کشیده اینا رو در بیاری. آخرم یه دفعه میبینی شانس گندت بزنه و دو تا اختیار شاعری هم داشته باشه و انتخاب با هم نخونه. حالا بیا و خر بیار و با خالی بار کن. درست شد؟ پس به این دلیل میگیم باید سماعی یاد بگیرید. خب اما بریم بعدی. آقای ترکاش و هم مصطفی ایدان چون سخت‌ترین درسی که فکر می‌کنید عروضه چنان یاد می‌گیرید که میشه راحت‌ترین درستون. من فقط نگران خوندنی‌های شما هستم وگرنه این درس که کاری نداره. منتها توی کلاس که شرکت بکنید متوجه می‌شید چقدر فرق بازی است. چت کسی برای کسی نمیاد. به خاطر اینه شما فقط خودت می‌تونید حرف خودت بزنید. با کسی هم کاری نداشته باش. بریم علی فعلاتون بریم. فعلاتون فعلاتون ملکا و ذکر تو گویم که تو پاکی و خداکی نروم جز به همان را که تو هم راه نمایی همه در راه تو همه دومین تو همه از فضل تو گویم که به تو می سزایی تو حکیمی تو کزیمی تو کریمی تو رحیمی تو نماینده فرد
قصدی تو سزاوار سناکی یاد بگیری بیا تو کلاس فقط باشه بهت میگم اینا بعدی بریم فعلون دان 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 فعلون بله بعدی شاد مفتعلون مفتعلون ظالم و شیدا دل من بی سر و بی پا دل من وقت سهرها دل من رفته به هر جا دل من مفتعلون رستم از این بیت و قصد بیشت و سلام قصد گفتم تکیه مبارکتون رو بدید فقط گوش بدید حالا چند سال نخونده حالا یه دفعه میاد میبینی که یه سری چیزایی داره براش باز میشه وای من چیکار کنم اینا چجوری بقیه یه دفعه آروم باش تکیه بده قرار شد من برات همینا رو بگم حالا یه بپرس از کجا بخونیم چجوری بخونیم چرا بقیه میفهمن من چرا اینقدر خنگم یعنی موسیقی پس چرا من نمیفهمم یه دفعه آروم باش تکیه بده ببین یه چیزی بهت بگم به پدر یا مادرت بگو یه دقیقه بیاد بشینی کناره بعد وقتی اونو گوش میدم میگه این که خیلی راحت داره میگه چه نمیفهمی به خاطر اینکه جو گرفتته میگی چرا من نمیفهمم گفتم بدی یه کنکور بهش نگاه نکن فکر داری موسیقی میشنوی میشه این کارو بکنی خب بریم استرس مرگ داری خب چه فایده داره استرس برات بریم بعدی مفاعلون در این سرای بی کسی کسی که در نمی زند که گشتی بر ملاقه ما پرنده بر نمی زند که سر پریزی پرسدم که من درو به بین من یکی صدای آشنا که ره بزر نمی زند مفاعلون کنکور که من نمیتونم داداب بذارم گفتم آروم باش تا بفهمی مگه الان من شعر میخونم داوود صالحی داداب میزنی که فوری جوابشو بنویسه داوود صالحی داوود بشنو از نی چون شکایت میکنن داوود آها محمد حسن فوری گفت داوود فوری گفت داداب کردن تنبک آوردن کنارشون خب گوش بده یه دقیقه آروم باش بریم بعدی رفتیم سراغ فاعلاتو اینا ببینید اینا همه آخرش کوتاه هم فاعلاتو دم 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 فاعلاتو دم دم فاعلاتو فاعلاتو دم 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 خب بعدی مفاعیدو دم 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 مفاعیدو مفاعیدو مستفعلو خب آخری مفعولو دم 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 مفعولو دم 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 مفعولو 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 خب حالا یه لحظه فقط و فقط گوش بدید نمیخوام 100% جواب بدید ولی میخوام ببینید خودتون
متوجه میشید بعضی از فرقا رو. آیه دورداش فرد من فقط و فقط کنار وای میستم که شما صدای من نشنوید، صدای تنبکتون که اومد بچه ها باید تشخیص دادن که چه وزنیه. شنیدن مستفلون و مفتلون نزدیک شدید، پس گوش بدید به من، اعتماد کنید. این رو نگاه کن بریم. کلاس رانندگی وگرنه میرفتید پشت ماشین تو میشستید. دوست عزیز، تا حالا کی دیدید مثلا کسی که تازه راه افتاده روز اولش بیان بگن چرا کردی رفتی کلاس؟ آره بریم توی اتوبان بشین ببینم. آقا تازه امروز روز اولم بوده بشینم تو اتوبان، بعد یه دفعه بگی خب
توی جاده دو طرفه یه دوره دو فرمونه با سرعت 120 تا بگیر. این کار یاری چی بود؟ شماخر هم نیست چه برسه به تو. آقا روز اولته یه دفعه میاد میگه ببخشید میشه اون فر رو هم بگی؟ بمیری بذار من اصلی ها رو بهت بگم بعد فهم بهت میگم. خب حالا گوش بدید، یه لحظه گوش رو هم داریم شعر میخونیم بعد گوش یه دفعه ریتمش فراموش میشه دیگه. آقا شعر که واژه هاش یاد میره ریتمش رو نگاه کن میگم اگر آن ترکشی رازی به دست آرد دل ما را به خار هند بیش برشن سمر قندو بخار آرا بعد لام از طب یه دفعه یادت میره بعد این کار میکنی میگی نای 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 میشه مفاعیل. خب حالا فکر کنید من شعر خوندم یه دفعه یادم رفته بعد بقیه شو اینو میزنم میگم آن اون چیه بچه ها؟ آها این چیه؟ آها این چیه؟ خب بابا این میمیری دیرو بگی شعر که داری میخونی فکر کن بقیهش یادت نفته بعد اون ریتمه رو بزن. خب مثلا میگی به نام خداوند جان و خرد به نام خداوند جان و خرد به نام خداوند جان و خرد نای 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 به حرف من گوش بگید سمین چجوری اون اون میشه اون 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 این مفتعلونه بعد من میگم اون اون پس دقت کن به گوشتون اعتماد کنید. خب حالا نگاه کنید بچه ها کاری که میکنیم اینه برو میرم چی کار میکنی؟ فقط حواست به ریتم باشه. ما یه وزن داریم به اسم فعولان دبدبدب فعولان دبدبدب. خب مثل چی؟ سرم را فعولان. حالا میخوام شما بگید دیگه چی؟ آتنا میگه خرم را. خب از این قافیه سازی بیا بیرون سرم را درم را پرم را ول کن. آها آفرین محمد. خدایا سرم را تو بردی الهی. خدایا سرم را تو بردی الهی سمایی مبادا الهی سمایی مبادا الهی ادالت بدانی همش را بدانم بدانی بدانی بهایی سماوی خدایا عدالت که داری صدایی تو دانی که ما را کبوتر چگونه پرد از درختی که از آن میبینی اینه به خدا همینه چه میشود همین حسابی. خب حالا به اینجا نگاه برو بعدی بینم مفاعیلن آره فاطمه مفاعیلن سلامم را نمیدانم خداوند را سلامم را تفاوت ها آخه حشره کش چجوری میشه شیری ای ببینید نگاه کن مواقعی داد پشاره کش چیه؟ ببینم کتابم را به دست آورد
معادلان که معایده نوشته میشه مقاعدان دریادلان چیه؟ زبویتو نمیشه زبویتو اگر آنطور که شیرازی دلم را من نگه دارم نفس جانم که گفتی تو در این بکشا. آفرین. بریم بعدی ببینم چی کار میکنی. این هم از این. خب من یه نمونه براتون آوردم. آره چرا نشماهده نمیدانم مفاهیم. خب یه نمونه من آوردم، شما باید نگاه کنید. درست نیستید. اوقابی مقبول اوقابی. خب نمیخوام بنویسید، حالا بعدی رو شما بگید چیه. ببین دیوار ده دیوار ده آفرین مستقلو. حالا یکی میگه آقا چطور بقیه میتونم بنویسم من نمیتونم؟ گوش کن، به خاطر اینکه تو هنوز گوش نمیدی به حرف من، میخوای از هایش نوشتن بگی. ببین دیوار ده، من نمیخوام اصلا وزن مستقل رو بگم، قرار نشد من یه ریفش رو بزنیم بگیم دیوار ده. دیگه که در جنت
برافروزم. آفرین. بزن ساقی چراغی را که در جنت برافروزم. یعنی ساقی بریز اون پیک نامس زمان که میخوام با اون بهشت رو روشن کنم. ادامهش چی؟ کند ما را، کند ما را چنان سرمست، چنان سرمست تهان جامی، کند ما را چنان سرمست تهان جامی که نوشیدم. آقا کاری نداشته باش با معنی شعر. شما فکر کردید شاعرها چیکار میکنن؟ شاعرها وزن بلدن، میان اون حرفشون رو میریزن تو اون ریتم. بعد میشه چی؟ بزن ساقی چراغی که در جنت برافروزم. کند ما را چنان سرمست آن جامی که نوشیدم. ببینید؟ این شد مفاهیم و مفاهیم. خب حالا میخوام بفهمونم که شماها الکی درگیر اون هجاهای کوتاه و بلندید. گوش شما بهترین کمک برای اینکه شما بفهمید وزن یه شعر چیه. خب حالا نگاه کنید اینجا. اینو ببینم چیکار میکنید. آقا دلم را گرفتم ندادم به دستت. خب ادامهش دو تا جای خالی داریم و ادامهش اینه ز چشمان مستت. خب اینجا رو نگاه کنیم. دلم را گرفتم ندادم به دستت. آنا اینا سه چشمان مستت. آنا اینا سه چشمان مستت. گلم بدادم سه چشمان مستت. نگاهم گرفتم. آفرینیم ها. نگاهم گرفتم سه چشمان را ندیدم سه چشمان مستر. همینا کاملا درست. خب دلم را گرفتم. اینو بسازید. اینو ببینم چیکار میکنید. مستفلونه. خب در کوچه ها پس کوچه ها در کوچه ها پس کوچه ها دل بری دل میبری. در کوچه ها پس کوچه ها دل بری دل میبری. چرا بی ماجرا نه. دل میبریو که گفتیم. یه چیز دیگه بگیم. از ما چرا بی ماجرا با اشتها با زیرکی دل میبری. دل ناگهان گم میکنی دل میبری. با نغمه ها دل میبری. نغمه ها با زیدکی با خوشگلی دل میبری. کی دل بری دل میبری با آشنا با همسری. ره میروی دل میبری افسونگری دل میبری. با عاشقی با زیگری افسونگری با چابکی دل میبری. با خوشگلی با خنده ها گلگونه ها. پس چرا را از ما میبری؟ این که نمیشه که روشو با نازوهرا میشه به نظرتون. با ما چرا با گریه ها با ناله ها با خنده ها.
دل میگری با ناز و جیم آوازه ها با غیر ما. حالا ما کشی خودتو مثلا فعالاتون با این نمیخونه نمیخونه. خب این از این. حالا اینو که گفتم دقت کنید، دقت کنید حواست اینجا. ببین بچه ها یه چیزی براتون میذارم، فقط گوش بدید. کاری که میخوایم بکنیم از این به بعد شما هم اینه بازان نفسان فاقلاتون 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 گوش بدید. هر که چیزی دوست دارد جان و دل بر وی گمارد، هر که محرابش تو باشی سرز خلوت بر نیارد. تخته رو نگاه کن. چیزی فاقلاتون دوست دارد فاقلاتون جان و دل بر فاقلاتون وی گمارد فاقلاتون. بعد هر که چیزی فاقلاتون دوست دارد فاقلاتون جان و دل بر فاقلاتون وی گمارد فاقلاتون. خب بعد بیان چکار میکنیم؟ اینو با ریتم میزنیم. این یه سی دیه که همراه کتاب علوم فنون به شما داده میشه. پس نگاه کنید. هر که چیزی دوست دارد جان و دل بر وی گمارد، هر که محرابش تو باشی سر ز خلوت بر نیارد. تا جوان بودم ز هستی غیر ناکامی ندیدم، روز پیری ای عجب جز بی سرانجامی. گر بگویم بر خموشم بر بجوشم بر نجوشم، من در این فتنه خموشم تو برومی با صاحب. ببینید هرچی که من میگم بهتون میگم از کجا تهیه کنید. یه لحظه نبوه تو هم تو کلاس باش بهت میگم. ببینید اول نگاه کنید شعر رو نگاه. میگه تا جوان بودم ز هستی غیر ناکامی ندیدم، روز پیری ای عجب جز بی سرانجامی ندیدم. فقط درست بذار گوشت کار کنه، با چشمت کار نکن. هر چی که من میگم ببین تا کجاش میشه به نظرتون فاعلاتون. فکر کن فاعلاتون فقط ببین کاری نداشته باش کجای کلمه تموم میشه، هر جای ریتم تموم میشه. فاعلاتون فاعلاتون فقط اولی رو بگید کجاش میشه. آها تا جوان فاعلاتون تا جوان بود. فاطمه چرا بود دیگه نمیخواد؟ تا جوان بود تا جوان بود. حالا دومی فاعلاتون فاعلاتون تا جوان بود. دمزه هستی خب تا اینجا اومدیم. تا جوان بود دمزه هستی. حالا فاعلاتون غیر ناکام. چرا زهرا چرا نیم؟ غیر ناکام فاعلاتون داب 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 غیر ناکام غیر ناکام. حالا آخریش می ندیدم می ندیدم می ندیدم. حالا بریم مثال بعدی فاعلاتون فاعلاتون فاعلاتون. آها آفرین روز دیدی روز دیدی روز
بزنش فا فعلا افتاد فا فعلا افتاد یه لحظه سب کنیدم ای عجب خب نمیبینی فعلاتون چهار تاست یا خاطر اینکه چشمت داره کار میکنه تا زمانی که چشمتون کار کنه به هیچ وجه درس یاد نمیگیری گوشت باید کار بکنه روز پیری فاعل افتاد ای عجب جز فاعل افتاد ای عجب جز همون شد ادامهش ادامهش فاعل افتاد فاعل افتاد فاعل افتاد چرا بی سرانجام هلیا چرا بی سرانجام فاعل افتاد بی سرانجام بی سرانجام زهرا رنج برد. چرا بی سرانجامی؟ بی سرانجام حالا می ندیدم می ندیدم خب حالا بعدی بعدی بوده نه گر بگویم با اعلام کن با اعلام کن سنتی گوش میدی نگاه کنید گوش کن سر دارید موسیقی گوش میدید خانم حدیث خانم شروع میشه اصلا چپ که باز بشه دیگه اصلا حواسا پرت میشه هر کسی جواب خودش رو بده تو چیکار داری وقتی چیزی داره الان حداقل من فکر میکنم از 10 نفر 8 نفر دارن درست جواب میدن 8 نفر و این بهترین چیزیه که من از کلاس انتظار داشتم بهترین چیزه حالا آخرای کلاس هم که شد یه بار چت رو باز میکنم که ببینید کسایی که جواب میدن ببینید آیا واقعا اینجوری هست یا نه فعلا بذارید چت همینجوری بسته باشه که حواسا پرت نشه اینو میگفتم وقتی هجای کشیده دارید هجای کشیده رو باید ه بدید موسیقی دارید گوش میدی؟ آره آفرین آره زهرا به خاطر اینکه داری از راهش وارد میشی زهرا از راهش وارد شدی که داری جواب میدی بعدش هم گوش بدید اینجا رو آقا دارید گوش میدید میگه توانا بود هر که داونا بود ستا و نشته دیگه برنا
نیما میگه فقط چند جلسه سر کلاس شما بودم، الوفنونم فقط با خوندن بیت 70 میزنم آزمونام رو. مبارک خودت باشه، من کاری نکردم، من فقط راهشو به یاد دادم، تو هم خوشت اومده هم پیگیری کردی. بعضیا فکر میکنن که مثلا راه دیگه داره، ولش کن بابا، بذار برم خودم مثلا از همون راهی که میرفتم. ببین اگر کلاس رو قبول داری، اعتماد داری، پس تحمل کن. سه تا چهار جلسه بگذره یه دفعه اصلا میبینی یه آدم دیگه ای شدی. فقط این چند جلسه رو باید نگاه کن. خب یاد نمیگیری به خاطر اینکه یکی که سر کلاس حضوری من نیستی که همچین بکوبمت به دیوار که دیگه نگی یاد نمیگیریم. خب تو اگه بودی میفهمیدی نباید حرف منفی بزنی. من که نمیتونم، من که فلجم، من که معلولم. خب بعدش هم وقتی که سر کلاس باشی میفهمی که میشه این کار کرد. بیا تو کلاس کشمان چی بهت بگم؟ توانا بود هر که دانا بود آیه تورداش من توانا بود هر که دانا بود زدانش گلتی ببرنا بود ماه رو یا روی خوب از من مطاب
چیه؟ این همون مصنوی مولاناست. اشنو از نجان حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند، که از دیستان تا مرا ببریده هم در نبیرم مرد و زن نبریده هم سیده با هم شرح شرح از برا تا به توی هم شرح درد تشتی ها هر کسی دور ماند از اصلی باز توی یک روزگار بستلی من به هم جفت بر آدار خوش آدار شدم سر من از ماهر من دور نیست دیگه کس و دیگه جان هست و نیست در نیام بر آدار خود ایش کام از تو هم تا باید بستم. خب خانم فاطمه گوش کن پرسیدی که خودمون اومدیم، اصلا من دیگه اون کلاس رو نیومدم. خب نیومدی، هر جا هستی خدا با نگهدارت باشه، اما یادگاری از من امروز داشته باش. اگه میخوای وضع رو بفهمی گوش کن، سه بار دست من رو نگاه کنی، خب سه بار شعرتو بخون، بعد یه بار ریتمشو بزن، بعد خود به خود وزنش به دست بیاد. یعنی چی؟ اینجا ریا کن هر شعری که دوست دارید. خب سریع اولین شعری که من ببینم یکم سعی کنید ریتمیک باشه، حالا نمیخوام خیلی وزن سنگینی باشه، یه شعر بنویسید بودو که نگید من گفتم شعرشو ساده بوده. بودو یه مصرا بنویس، فقط یه مصرا. اجام. خب دلم تنگ است از این زندان. خب فاطمه بزرگفشان میگه دلم تنگ است از این زندان. خب یا چون نصفه است، من اینو میگم، عشق بازی کار بیکارا موقت رویا میگه. بیا کنید نگاه کن من چیکار میکنم. عشق بازی کار بیکاران بود. سه بار خوندم، بعد حالا ریتمشو میزنم، میگم عشق بازی کار بیکاران بود. بعد ریتمشو میزنم، میگم اون. بعد خود به خود میگم این میشه چی؟ بله، فعالاتون. ببینید خب اینا همه وزنش به این شکل هست. یعنی اگر میخوای وزن یه شعری رو بگی، سریع اول از همه اون شعرش رو سه بار بخون، بعد ریتمش رو بزن. ریتمش رو که میزنی خود به خود میبینی یه چیزی به دست میاد، مثلا فاعلاتونه، مفاعلونه، مستقلونه. خب اینو به من بگید، میگم که اینجا روزی که عکس روی تو بر روی زرد من فتد، یعنی بیفتد. سه بار بخون روزی که عکس روی تو بر روی زرد من فتد. روزی که عکس روی تو بر روی زرد من فتد. حالا ریتمشو میزنید. خب چی شد؟ اینم جوابا. آفرین فاطمه متشکر، محمد جهانگیر آفرین، ممنون. فهمیدی خودت؟ اینها روزی که عکس روی تو نگار مستفلون
مستفلون مستفلون چهار مستفلون بود. خب خب این توی سال با هم کار میکنیم، با هم کار میکنیم. اما اینجا رو نگاه کن. ببین من حتی جوابا رو هم هر شعری بگید همینه خانم، هر شعری بگید همینه. من جوابا رو هم که براتون باز نکردم میبینید که همه تون درست گفتید اکثرا. به خاطر اینه که پوریا نوشته آدم واقعا کیف میکنه. خب به خاطر اینکه اگه من جوابا رو میگفتم ببینید دیدید، خب یکی نوشته مستفرون، تو هم دیگه فکر نمیکردی ولی نمیدونی چیه. بعد وقتی میگم مستفرون میگی او، بدون اینکه جواب بچه ها رو ببینم فهمیدم که جواب اینه. خب همین رو من میخوام گوش کنیم. این یه قسمت یه نکته ای رو میخوام بهتون بگم، از کلاس لذت بیشتری ببرید و اون اینه که الان میخوام تو زمان باقی مونده گوش شما رو سه جور وزن توش بریزم، سه طبقه، سه مرحله وزنی. گوش کن. دنیا فقط و فقط سر کلاس باشید. در پایان کلاس ها خواهید دید که هیچ نیازی به من سر جلسه کنکور ندارید. این حرفیه که همه بچه هایی که با من کلاس داشتن میگم که سر جلسه کنکور انگار صدای شما میپیچید تو سرمون که تا شعر رو میخوندیم میفهمیدیم این چی میخواد بگه. پس فقط و فقط کافیه که کلاس ها رو شرکت بکنید. بعد از 5-6 جلسه کاملا گوشتون سماعی میشه. اما گوش بده. میخوام بهت بگم که یه چیزی رو به اسم اوزان همسان، اوزان لختی و اوزان ناهمسان امسال 12 باید یاد بگیر. دوباره تکیه مبارک تو بده، تکیه مبارک تو بده. میخوام یه چیزی برات بگم گوش بده. بعد ببینید تا این تاره شنیدید که مثلا عروسیه و از عروسی دارید برمیگردید سوار ماشینتون شدید، بعد میبینید یه عده فقط و فقط یه مقدار همچین میزونن، یه مقدار و اینجوری میزنن دو 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 چیز داره تکرار میشه. این بهش میگیم همسان. اصلا از مفاهیم و اینا بیا بیرون یه لحظه. خب یه چیز داره تکرار میشه دو 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 دو. این یکی. یه ده یکم همچین حالشون بهتره، یه ده حالشون بهتره، رفرش و مایده رفرش کار اونا اینجوری میزنن دو 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 چیزه دود 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 دود. خب اینم دومی. اما یه ده کلن رو فضا هم ساقی بسیار بسیار کار درست، آب معدنی ناب نوشیدن، غذا هم خوردن، چر همچنین چسبیده بسون و اینجوری میزنن دود 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 دود. بیا حالا ببینید به میگیم ناهمسان. حالا چه ربطی به درس ما داره؟ نگاه کن، یه سری شعرها اینجوری هست فاقلاتون 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 فاقلاتون. میبینید یه چیز داره یک تکرار میشه، بزن یه طور باشن فردا هم این رو بزنه همش همینه. خب یا میگه مفاقید دون میبینید همش یه چیزه، یا مستفعلون
دو چیزه. مثلا میگه مفعول و فاعلاتون، مفعول و فاعلاتون. فهموندم که ها بریم جایی جایی مفتعلون فاعلون مفتعلون فاعلون مفتعلون فاعلون. خانم نگار سالمی، این که شما میبینید یک کلمه داره تکرار میشه و بهش بگی همسان، اینا اینجا تحتر نگاه ببینم، این بهش میگه همسان، اینا فعولان 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 فعولان، خب این همسانه. اما بعد ببینی یه دفعه یه چیزی، یک چیز نیست، دو چیزه، الف به الف به، بهش میگیم دو لختی، دو لختی. خب مثل چی اینا؟ مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن. ببین مفتعلن فاعلن این آره ببین مفتعلان فاعلان، دوباره مفتعلان فاعلان. خب ادبی اختصاص ضریب چنده؟ اگر رشته ادبیات میخوای شرکت کنی ضریب 12، اگه کلن تو رشته ادبیات هستی ضریب 4 دیگه، ادبیات ادبیات ضریب 4. خب یا اینجا نگاه، مفعول و فاعلاتون، مفعول و فاعلاتون دو چیزه، یه چیز نیست. یا میگم مثلا مفتعلن مفاعلن، مفتعلن مفاعلن، این کجا سخته؟ دانشگاه فرهنگیان اگه ادبیات بخوای شرکت کنی ضریب 12، ضریب 12. خب مثل چی؟ مثل این وزنی که گفتم، اما یه موقع وزن شما همون دست سه قومیان تو عروسی گفتن چند چیزه که اصلا هیچ ربطی به هم ندارن، به هم ربطی ندارن. مثل چی؟ اینجا نگاه کن، اینجا ببین. آها مثل نگاه کنی، مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعول. خب گوش بدید، گوش بدید، اینجا نگاه. مثلا میگم الان که میگم بگید یاد چه شعری میافتید؟ نه های دو باشم بریم دیگه. ریزید و خزاری که هنگام خزان است، با یک خونک از جانه که خونک خزان است. آره ببین گفتم یاد چه شعری میافتی. ای اهل حرم میرم حرم را آر نیامد، خیزید و خزانی که هنگام خزان است، پاده کنک از جاقه به خورت خزان است. خب نه چه را داره؟ بهش میگن ناهمسان، نمیگن مشکل دار. خب آها خب گوش کن چی بهت میگم، دست من رو نگاه کنی. اوزان همسان تیکه تیکه میشن، هر رکنی یک تیکه است. اوزان دو لختی دو تا جدا میشه.
مفتعلون فاعلون مفتعلون فاعلون مفتعلون فاعلون مفتعلون فاعلون مفتعلون فاعلون مفتعلون فاعلون. خب این میشه دو همسان دو لفظی، اما یکیش هم هست ناهمسانه. دست من نگاه، ناهمسان ها مثل یه رود جاری هست، قطع نمیشن. از اول تا آخر شما باید یه تیکه بخونید. یا کنید گوش بده شعر رو. میگم مفتعلن فاعلات و مفتعلن ف، مفتعلن فاعلات و مفتعلن ف، مفتعلن فاعلات و مفتعلن ف، مفتعلن فاعلات و مفتعلن ف. آره آفرین داوود. یاده چه شعر میافتی؟ مفتعلن فاعلات و مفتعلن ف. مفتعلن فاعلات و مفتعلن ف، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. مفتعلن فاعلات و مفتعلن ف، مرد نباید که تنگ حوصله باشد، دوست نباید ز دوست در گله باشد. مفتعلن فاعلات و مفتعلن ف. فاطمه تاجی نژاد مرده. خب اما دقت کنید توی بحث وزن ها. الان ما همسان رو یاد گرفتیم، حالا نگاه کنید این الان دولختیه. دولختی وزنش هم چیه؟ مفعول و مفاعیل و مفعول و مفاعیل. خب نگاه کنید، یک روز به شیطانی در زلف تو آویزم، زان دولت شیرینت صد شور برانگیزم. مفعول و مفاعیل، مفعول و مفاعیل، یک روز به شیطانی در زلف تو آویزم. کلاس تا ساعت 6:30 حدودا کسایی که بخواد بدونن. بچه ها بیاید این اینجا نگاه کنید، شعر تا اونجا که فکر میکنید درسته تیکه کنید بینم. دائم برو این گستاد برو بینم، برو هیچ چیز اضافی نگفتم. بریم. مفعول و مفاعیل و بنویس. مفعول و مفاعیل و نگاه، به نظر تو مفعول و مفاعیل با دائم گل درست میشه؟ فکر کن مفعول و مفاعیل و دائم گل. چرا با چشمت داری کار میکنی من نمیفهمم. آقا مفعول و مفاعیل و ششانی محمد رضا دائم گل این بستان. آها حالا ادامهش. مفعول و مفاعیل گل شاقابه نمیماند. اینو که معلومه، قسمت دومیشو بگید. حالا مفعول و مفاعیل گل آها دریا به ضعیفان را در وقت توانایی. آفرین. حالا بعدی زهدت. زهد یعنی عبادت، پارسایی تو، تقوای تو. زهدت به چه کار؟
آید گرانده درگاهی کفرت به چه کار آید گرمی سرانجامی. من اندر اینجوری بد خوندمش که تو یاد بگیری کجا باید شعر رو قطع کنی، کجا باید قطعش کنی. برو ببینم مفعول و مفاعیل. آها آفرین آفرین آفرین. آره آره ای پادشاه خوبان دقیقاً تو همین بحثه. تو بعده چه کار آید گرمانده که درگاهی. ادامش ادامش. آها آها آفرین. کفرت به چه کار آید گرمی سرانجامی. کاملا درسته. خب حالا با این توضیح که یاد گرفتید حالا اینو بفرمایید. بودو بینم بودو بینم چه کاری. آقا اولی میشه یا نه؟ هر کدوم میشه بنویسید. مثلا بنویس 1, 3, 5, 6 مثلا. چه میدونم؟ عدد اونایی که درسته رو بنویس. نمیخوام فاطمه بنویسید چیه اینجوریه. عدد بنویس. بگو 1 میشه، 3 میشه، 5 میشه. کدوم ها؟ 5 تا، 4 تا هرچی عدد هست پشت‌سرم بنویسش. یه دونه یه دونه ننویس. همه رو پشت‌سرم بنویس. مفعول و مفاعیلونه دیگه. مفعول و مفاعیلونه. نرگس جنازه دقت کن همش میشه. کلاس حضوری بود که معلوم میشد همش میشه یا نه. آنلاین فعلا دستم بهت نمیرسه. خب بریم بریم آیه تو باشم بریم کجا بریم؟ باز آمد و باز آمد آن عمر دراز آمد آن خوبی و ناز آمد تا آمد آمد مفعول و مفاعیل مفعول و مفاعیل به پشت نوشت آمد دیوان دوید آمد در پشت برد آمد تا بکسا آمد آمد مجروب به سامان شد با باب چنین با فرش همه دیگان شد تا ما چه دیم دار شاد آمدی ای محرو ای شادی جان شادا تا دیم چنین دودی تا ما چنان دارا. حالا بخواه بینم 4 5 هم میشه نم. بیهوده چرا فکره؟ باشه قبوله بیهوده چرا فکره. اما ادامه شید دو چشمان تو باشم. آقا این چجوری میشه؟ ببینیم چیه؟ بیهوده چرا فکر دو چشمان تو باشم؟ بیهوده چرا فکر دو چشمان تو میشکنه. و
بر من که سبوبی زده هم خرق حرام است بر من که سبوبی زده هم خرق حرام است ای مجلسیان راه خرامان کدام است ای مجلسیان راه خرامان کدام است کو خلق بدانند که من عاشق و مستم کو خلق بدانند که من عاشق و مستم آواز درست است که من توبه شکستم آواز درست است که من توبه شکستم مفعول و مفاعیل و مفاعیل و فعول دو چیه؟ دو لختی اما حالا شما بگید کدوم یکی از این بیت ها رو همین ای اهل حرم میشه خوند؟ برو ببینم 8 تا بیت عدد بنویس. ای اهل حرم میر و علم را آر نیامد خب همه رو نگاه کن عدد بگو 7 و 8 تا که گفتی بلش کن 7 و 8 تا برو بالا یارو بزن خب بجز آها یکی دیگه هم هست محمد جهانگیر یکی دیگه هم پیدا کن بریم ببینم چه کاری برو مفعول و مفاعیل و مفاعیل و مفعول سوزه دل ستاره که در نامه نوشتی دریا و اثر کرده که نامان به درید است ترسم که تو از مهر من آزاد کنی که و از مهر تو هرگز نشود جان من آزاد که شعر ترنگی زد خاطر که از این باشد یک نکته از این معنی قصه نمیشه بلی مفتوق و مقابید و مقابید و فمود خیزید و خزارید که نمکان خزار است مابید و نکست جامعه به خواهد وزاد است اینم شد بلی من مست و تو دیوانه ما را که برم خانه من چند تو را گفتم شم خورد و سه بیانه مفعول و مفاعیل مفعول و مفاعیل بلی خواهد به سرایت شب هجران تو یا نه ای تیر محمد را دل خوش شاهشان ای تیر محمد را دل خوش شاهشان ای اهل حرم میر و علم را نیامد ببینید شد و دوتای آخرم که میشد برسوان خب ببینید از این لحظه به بعد وقتی میخواید یه شعر رو بخونید به حرف من گوش بدید سه بار شعر رو بخونید بعد ریتمش رو بزنید بعد خود به خود ببینید چه آهنگی به جاش میاد فعولون و فعالاتون و اینا رو بذارید به جاش مثلا شعری که خوندید بعد ریتمش این شد آها آها فاولون دیگه بچا توی سال از جلسه بعد دیگه درسامون به صورت جدی شروع میشه توی سال من میام تک تک وزنها رو با مثالهای اینجوری
باهاتون کار میکنم. وقتی یاد گرفتید تک تک تموم شد، بعد بیرین سراغ آرایه ها. آرایه شعر دیگه، وقتی داریم شعرش رو میخونیم میگم خب وزنش هم بگید اول، اینقدر کار میشه، اینقدر کار میشه که دیگه مجبورید اصلا گوشتون خود به خود وزن رو میفهمه. اول عروضتون رو میگم، بعد آرایاتون رو میگم، بعد میریم سراغ دستورتون، بعدم میریم سراغ متن کتابتون. تاریخ ادبیات شما رشته انسانی 10 تا سوال دارید، 10 تا، 9 تا توی عمومیتونه، یه اختصاصیتونه، یه دونم توی عمومیتونه، دفترچه عمومیتون. خب اما کتاب خودم، کتاب علوم و فنون جامعه مال انتشارات تخت سیاه، الان نخرید چون دارم 1400 رو بهش اضافه میکنم. 1400 که اضافه شد با اون متد جدیدش تهیه کنید. خانم دنیا خانم 9 تا سوال رو میتونی نزنی؟ کلا 30 تا سوال داری، 9 تا شو میخوای نزنی؟ یه لحظه دقت کنید. تاریخ ادبیات رو خانم به صورت تصویری براتون میگم، به صورت تصویری میگم که تو ذهنتون کامل بمونه. خب بیا اون چیزا رو فرستادم براتون، گفتی که هر زمان میبره که بیارمش بالا، اون نمیشه الان باز بدید که هستش. اگه میشه یه لحظه من بچه برم شد. تموم شد دوباره الان؟ که؟ اینجا تموم بدیگه الان. آره. خودت هم بیاید الان بریم؟ خب. گفتم که اگر میخواد قیمت کلاس و اینا رو زنگ بزنید به دفتر بپرسید، چون من واقعا نمیدونم. شماره که؟ با ادمین گروهتون چیز کنید، جوابون نیستن؟ توی واتساپ. چرا جوابون نیستن؟ اگه میشه دولختی خانم زهرا علیپور، دولختی نه دولختی، لخت، لخت یعنی تیکه، دو تیکه دو تیکه است. کتاب و سیدیو که باید با انتشارات تخت سیاه تماس بگیرید. ببینید 66400300 تهران 021 66400300 برای انتشارات تخت سیاه. آره دو لختی درست نوشتید. برم نیم ساعته بریم تا اونجا بریم. بچه اگر از سب کنید یه فایلی بهتون نشون بدم.
برای جلسه بعد آماده باشید که هر روزمون رو میخوایم جدی جدی شروع کنیم، کامل وزنا رو یاد بگیریم و سوالی که خیلی دور ورش نمیچرخن اصلا رو به راحت ترین شکل ممکن یاد بگیریم. متشکرم، تندرست باشید، مراقب خودتون باشید. ممنون. خدا نگهدار. خدا نگهدار.